قلعه دختر 2200 ساله کرمان با تکنولوژی جلو می رود. این قلعه امروز نه تنها دکل مخابراتی دارد، بلکه علاوه بر فضای سبزی که با متدهای جدید در آن ساخته شده، تکیه‌ای چند ده ساله دارد که هر سال برخلاف قول و قرارهای میراثی‌ها به وسعت و امکاناتش هم اضافه می شود. اینجا قلعه دختر شهر کرمانه که یک محوطه تاریخی چند هزار ساله است و اصالت شهر کرمان متاسفانه در سالهای گذشته یک سری طرح‌های بهسازی و ساماندهی برای اینجا در نظر گرفتن که خونه‌های قدیمی و تاریخی اطراف قلعه رو تخریب کردن تا حریم قلعه آزادسازی شه و این حریم که آزادسازی شد یک سری زمین‌های خالی اطراف قلعه دختر درست کردن که شهرداری و جاهای مختلف یک سری ساخت و سازهایی رو اطراف این قلعه و در محوطه و عرصه تاریخی قلعه انجام دادن، عرصه‌ای که هنوز کاوش نشده، هیچ فعالیت و قدمت سنجی و تاریخی روش صورت نگرفته، این ساخت و سازها صورت گرفت. یکی از این ساخت و سازهایی که مشاهده میکنید و هر سال هم گسترش پیدا میکنه و مراسم ها و اون تجمعاتی که اینجا صورت میگیره به قلعه آسیب میرسونه، این تکیه‌ای هستش که پشت سر من مشاهده میکنید که متاسفانه روی عرصه قلعه ساخته شده و گسترش پیدا کرده و یک سری الحاقات هم داره که روی خود محوطه و کنار قلعه و منظر قلعه صورت گرفته. این هم منظر و حریمی هستش که مشاهده میکنید در کنار قلعه و برج‌ها و نماهای قلعه. قلعه دختر درست روبروی قلعه اردشیر در شرق کرمان است. قلعه ای که شواهد باستانی قدمت آن را تا دوره هخامنشی عقب کشیدند و به واسطه اینکه مردم کرمان در آن روزگار آن را یکی از نخستین مکانها برای زندگی در شهر انتخاب کرده بودند، سال 1345 در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسید. متاسفانه شهرداری اومده اینجا انبار ضایعات درست کرده و تمام چیزایی که به درد شهرداری نمیخورده از مساله ساختمانی تا چیزای دیگه اومده اینجا کنار قلعه دختر توی حریم قلعه دختر همچین کارگاهی رو درست کرده و اینجا هم آسفالت کردن سالهای گذشته، دقیقا در جایی که میتونست محوطه تاریخی باشه و هنوز کاوش هم نشد. جدیداً شهرداری کرمان یک مجموعه ساحلی ورزشی رو در حریم و عرصه قلعه دختر ایجاد کرده که متاسفانه هیچ تناسبی با قلعه نداره. آسفالتی هم که اینجا شده متاسفانه دقیقاً روی عرصه قلعه انجام شده و هیچ تناسبی با قلعه دختر و این محوطه باستانی ندارن و چه خوب بود شهرداری و مسئولین زیرب اینجا رو فنسکشی و حصارکشی کنن برای بهتر شدن وضعیت محوطه تا آسیب بیشتری به اون نرسه، نه اینکه خودشون باعث آسیب در منظر و حریم و عرصه قلعه بشن. به نظر می رسد متولیان شهری کرمان چند سالی است که همه مستندات و شواهد تاریخی در این نقطه از شهر را کنار گذاشتند و جایشان را با طرح‌های به اصطلاح مدرن پر کردند، طرح‌هایی که گویا فقط در همین نقطه امکان اجرایی کردنشان بوده، نه دست کم چند صد متر آن طرف‌تر، یعنی جایی که این همه آسیب به این بنا وارد نشود.